به نام خدا و با عرض سلام به برنامه آخر خط خوش آمدید. هشدار تند رئیس جمهور غنی به طالبان، شورای ملی نشست فوق‌العاده برگزار میکند. آیا طالبان در میدان جنگ سرنگون شده نیست؟ به دنبال شدت حمله های طالبان بر مرکز 4 شهر و آلت اضطراری در 3 ولایت، رئیس جمهور غنی میگوید طالبان صلح نه بل تسلیمی میخواهند. او هشدار میدهد که تصمیم تغییر وضعیت در میدان های نبرد گرفته شده است. از سوی دیگر قرار است فردا نشست فوق‌العاده شورای ملی درباره وضعیت فعلی برگزار شود. منابع میگویند در این نشست انتظار می‌رود مواضع جدی‌تر در برابر طالبان گرفته شود. در همین حال در اوج پیشروی‌های طالبان و موضع‌گیری‌های تند حکومت در برابر این گروه، اتحادیه اروپا اعلام کرده در صورت که طالبان با زور و گزینه نظامی قدرت را به دست گیرند، این اتحادیه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. کمیسیون حقوق بشر هم در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش 80% تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال روان میلادی خبر می‌دهد. بر اساس یافته‌های این کمیسیون در 6 ماه اخیر دست کم 5300 غیر نظامی از اثر خشونت‌ها کشته و زخمی شدند. اما آیا تصمیم حکومت برای سرکوب طالبان در میدان نبرد گزینه منطقی و یگانه راه حل بوده می‌تواند؟ با توجه به اظهارات رئیس جمهور غنی مبنی بر این که طالبان ظالمتر و نامسلمانتر از گذشته شدند، آیا سناریوهای توافق سیاسی با این گروه پس از امروز منتفی است؟ اینها و بیشتر از این را در این برنامه با مهمانانم به بحث میگیرم. میپرسم با توجه به اعلام جنگ تمام عیار از سوی حکومت در برابر طالبان، آیا سناریوهای بدتر در انتظار است یا شکست طالبان؟ مهمانان من در این برنامه آقایان جنرال صادق شینواری آگاه نظامی و آقای سعید باقر محسنی آگاه روابط بین الملل در استودیو با ما حضور دارند و همچنان آقای امین الله شارق تحلیلگر سیاسی از کابل روی خط اسکایپ وصل شدند. سلام بر شما مهمانان گرامی، بسیار زیاد خوش آمدین. آقای محسنی، بحث را با شما آغاز میکنیم. هشدار رئیس جمهور به طالبان، آیا وضعیت را بهتر خواهد کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و مهمانان عزیز حاضر در بحث و همچنین بینندگان گرامی شما. تشکر. من فکر میکنم که در حال حاضر حکومت افغانستان با یک سردرگمی به سر میبره و در ورای این سردرگمی و دنبال یک نوع مغلطه‌کاری و لغزشانی مسائل مهم است، در حالی که ضرورت به اصلاحات است، در حالی که حکومت توانمندی لازم برای تحت تاثیر قرار دادن شرایط را داره، امکانات وافی و کافی در اختیار داره، اما در طول این سالها و در این اواخر متاسفانه ما شاهد یک نوع مدیریت بد در عرصه نظامی و جنگ هستیم و شکایت هایی هم در این عرصه وجود داره که حکومت نه تنها اراده جدی نداره، اما او خیزش ها و او عناصر مردمی که داوطلبانه در مقابل طالب ها سلاح به دست گرفتن مورد حمایت کافی قرار نگرفتن. در شرایط موجود ما به چالش و یا مشکل اتخاذ موضع و یا حمایت وسیع و سیاسی ضرورت نداریم، ما به یک مدیریت قاطع نیاز داریم که بتونیم در میدان جنگ این دشمنی که عملا 20 سال است در مقابل ما می جنگن، شهرهای ما را ویران می کنن، سرکهای ما را ویران می کنن، شفاخانه های ما را ویران می کنن و عملا طفل و پیرمرد و پیرزن و همه را با یک دست به سر می برن و نابود می کنن در واقع، و این اعلام جنگ به نظرم دیر هنگام است و در واقع هنوز هم یک فرصت کافی وجود دارد. در شرایط موجود نیاز اساسی ما اعلان موضع هشدار نیست، مدیریت دقیق جنگ است، تقسیم وظایف در بحث مدیریت جنگ است، توزیع زونها به عناصر مفید و عناصر دلسوز و وطن پرستی است که در شرایط دشوار توانسته بودند در گذشته در مقابل طالب ها بیستند و در شرایط موجود انگیزه برای استادگی دارند، اینها را روی کار بیارند، اینها را حمایت بکنند و در این تقسیم وظایف و در این تقسیم زونهای نظامی عملا انان اختیار در دست حکومت قرار خواهد گرفت. ما در وضع موجود نیاز به یک تقسیم وظایف نظامی داریم. درست. ما در وضع موجود نیاز به یک نوع اراده جدی و قاطع برای برخورد با طالب ها داریم. طالب دیگر چیزی برای پنهان کردن نداره. مواضع صلح‌آمیز ما در قبال طالب دیگر اثرگذاری نداره. برادر خواندن ما دیگر اثرگذار نداره. امروز
منزل خانوادگی آقای کرزی را اینا تصرف کردند و با اهانت و توهین نسبت به رئیس جمهور سابق افغانستان برخورد کردند، در حالی که با یک موضع نرمش در مقابل اینها آقای کرزی برخورد کردند. آقای غنی آنچه که لازم بود و آنچه گنجایش داشت در مقابل طالب ها نرمش نشان دادند و پس در واقع باید بجنگیم. بعد از این رای حل اساسی، اولویت اساسی ما باید جنگ باشه، چون دشمن صلاح و دست داره و دشمن در مقابل ما میجنگه، ولی در کنار اون مباحث صلح هم تعقیب بکنیم و تحت تاثیر جو کلان قرار نگیریم. ما امروز میتونیم هم به مدیریت جنگ فایق بیاییم و هم در شرایط سیاسی را برای یک وضع مناسب قرار بدیم که عملا طالبان را در یک انزوای قطعی قرار بدیم. تشکر. آقای شارق سلام بر شما، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. رئیس جمهور امروز گفتند که طالبان تغییر کردند، نه تغییر مثبت بلکه تغییر منفی نسبت به 20 سال پیش. اونا ظالمتر و نامسلمانتر شدند و هشدار جنگی به طالبان دادند که پس از این در میدانهای نبرد تغییر فاحش احساس خواهد شد و آمد. فکر میکنین این هشدار جنگی رئیس جمهور به معنای سپوتاش کردن روند صلح باشه یا نه؟ رئیس جمهور باید در این موقع همین موضع را اتخاذ میکرد؟ سلامون تا است و با استودیو که دوار دوستان چه حضور لری و طول و لدون کو آوریدون کتا. تشکر. نوری در افغانستان ولسمشر در افغانستان در اساسی قانون پر اساس بنده در افغانستان در امنیتی زواکونو سر اعلی قومندان دی او بالاخره تصمیم به نهایی د خوانه نیول کیږي. تاسو معلومه ده چې د افغانستان دولت د ډیرو کلونو را په دی خواته په خاص ډول باندې د لس کلونو را په دی خواته چې په قطر کې د طالبانو ته په رسمي ډول باندې دفتر خلاص شوی دی، په یو شکل نه په یو شکل سولې او ثبات لپاره لاس غځولی دی او غوښتنه یې کړې ده چې باید په افغانستان کې سوله راشي، امنیت راشي، ثبات راشي، او د دې دپاره یې ډېر قدمونه پورته کړي دي. آن تر دې چې د طالبانو 15,000 هغه بندیان د زندان نه تیر کال خوشې شول چې هغه اکثریت یې ویل کېږي بېرته د جنګ لیکو ته تللي دي، او حتی یو تعداد زیات یې د جنګ په جریان کې وژل شوي هم دي. خبر دلته دا ده چې د افغانستان ولسمشر مسئولیت لري چې هم دفاع وکړي او هم په عین حال کې د سولې لاره خلاصه پرېږدي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې د هر جنگ پای او د هر شخړې ختم بدون د دې نه چې د مذاکراتو د لارې ترسره شي. زه فکر نه کوم چې د جنگ د لارې دې وکولی شو، په یو بل باندې دې غالب شو او دا جنگ دې مغلوب شي بالاخره باندې او افغانستان دې سولې ته لاړ شي. که چېرته داسې ممکنه وا، دوستان خو بعضې په دې فکر او آن باندې دي چې دا شل کلن جنگ، خو زه تاسو ته یو وړاندې اشاره کول غواړم. جنگ په افغانستان کې په 1345 کال کې چې نن یې شپږ پنځوس کاله پوره شول چې نیابتي جګړه د افغانستان په وړاندې باندې په یو شکل نه په یو شکل شروع ده. هغه زه اشاره دې ته کوم چې کله اسلامي نهضت په نامه باندې په افغانستان کې یو سیاسي تحریک موجود و او بالاخره د داود خان په وړاندې باندې د کودتا هلې ځلې وکړلې چې ناکامه شوله، د افغانستان د ډیورند کرښې نه یې اخوا ته د وخت ایسای ته یې پناه یووړله، او بیا د هغې نه وروسته په افغانستان کې چې نور پړاوونه راغلي دي جګړه د هماغه ځای نه رهبري شوې ده. تاسو که د اشتتال جماهیر شوروي د یرغل وخت راواخلئ، تاسو که بیا وروسته د هغې نه راواخلئ، که خپل منځي جګړه راواخلئ، او بالاخره وروسته 2009 کال کې د نړیوالو قوتونو راتګ او دې ته توجه ورکول جګړه راواخلئ، تر ننه پورې په افغانستان کې متاسفانه د پردۍ جګړه روانه ده. دا په واضح او په روښانه الفاظو باید هغه چا ته وویل چې دا لا اوس هم نه پوهېږي په افغانستان کې. درست. آقای شارق شما هم اشاره کردین بر موضع رئیس جمهور و آقای محسنی پیشتر اشاره کردن جنگ افغانستان نیاز مبرم به مدیریت داره که تا اینجای کار مدیریت نشده. حالا سخنان رئیس جمهور و اشدارهایشان به طالبان و اینکه فردا قرار است نشست فوق‌العاده شورای ملی برگزار شود، فکر میکنین که این جدیت حکومت طالبان را بالاخره سرنگون بسازه؟ زه فکر نکوم چې یو خوا یا بل خوا دی په دغه شرایطو کې یو بل سره سرنگون کی، اما یو څه ممکنه ده چې د دوی د پرمختګونو، د دوی د پیشرفتونو او د دوی د دغه وسنې یا کتاز د میدان کې دلو مخه ډب شي،
او دا ډب کېدل مخه هم ما ته اسانه کار نه معلومیږي. دا بدون د شکل لکه څنګه چې مزین صاحب ویلي، دا په کلک مدیریت نه بلکې په کلکه یا رهبرۍ باندې ترسره کیږي. متاسفانه چې مونږ تر دې دمه پورې فرصتونه د لاسه ورکړي دي. مونږ په هر پړاو کې متاسفانه چې د وخت او زمان په تیریدو سره ښه فرصتونه هم درلودل، فرصت د لاسه ورکړ شوی دی. زه اوس په تیرو فرصتونو د لاسه ورکولو باندې بس او خبرې نه کوم. هغه څه فرصت چې نن په اختیار کې لرو، نن په واک کې لري، د دغه فرصت نه په درست شکل باندې استفاده او ګټه پورته کیدل، په خاص ډول باندې د جنگ په ډګر کې یو ځلی د افغانستان د جنگی نظام یا د افغانستان د دفاعي نظام هغه دکتورین تاسو راوغواړي د یو میز په دور باندې کینوي چې هغوی د 45 کلن او 40 کلن جنگ په افغانستان کې تجربه کړی دی. د دغې تجربې نه باید ګټه واخیستل شي. دا که د پخواني حکومتونو په چوکاټ کې زمونږ عالی رتبه او با تجربه او کارکشته جنرالان دي او که هغه ننني دي، دا باید کینی تر څو پورې دغه جنگ مدیریت شي. مدیریت ډیر مهم دی. د افغانستان خلکو د اولسونو خپلې سینې سپر کړي دي، خپلې سینې د دشمن په مقابل کې ولاړ دي. اما متاسفانه هغه څه شکل چې لازم دی، هغه څه شکلم چې ایجاب کوي، په هغه شکل باندې مونږ دا جنگ او دا جنجال مونږ مدیریت کړی نه دی. هماغه علت دی چې نن طالبانو متاسفانه په دې وروستیو میاشتو کې پرمختګونه کړي دي او نن یې ښارونو ته مخه کړې ده او په ښارونو کې هم مشکلات را مابینته کړي دي. او نن مونږ او تاسې تلفات لرو او دا تلفات یو طرفه نه دي. زه باید په ډېر تعصب سره ووایم، دواړه لورو ته تلفات، دا د افغانانو تلفات دي. دا درسته ده چې یو تعداد محدود پکې پنجابیان او د نورو هیوادونو افراد او اشخاص پکې شته دي، اما د ټولو جنازې من حیث یو افغان که هغه د طالب د لیکو دی، که هغه د عام ولس دی او که هغه زما د امنیتي ځواکونو جنازې دي، دا زما کور ته را روانې دي. دې باندې زما مور، زما خور او زما ولس بې ژړېږي، ژړا کوي. د دې ته د ختم او د پای ټکی ایښودلو دپاره زه بیا غږ کوم، هم د دولت په رهبرۍ باندې چې هم د سولې لاره په زغرنده ډول باندې په اصطلاح باندې مخې ته یوسي، په نړیواله سطح باندې لابي شروع کړي، او په عین حال کې د جنگ محاذونه تر هغې پورې چې ممکنه ده هغې پورې د تقویه کړي، تر څو پورې د دشمن مخه ډپ هم نشي، د طالبانو مخه ډپ هم نشي. که دغسې پرمختګونه دوی لري، بیا به دوی هېڅکله سولې او ثبات او میز د مذاکرې ته حاضر نشي. د میز د مذاکرې د حاضرېدلو یو دلیل هم دا دی چې کله به چې غواړي چې څوک میز د مذاکرې ته حاضر کړي، هغه ته به ماتې هم ورکړي، هغه ته به د پرمختګونو مخه هم نیسي. کله چې هغه د پرمختګ په حال کې اوسي، هغه هیڅ وخت حاضر نه دی چې تا سره سوله او ثبات وکړي. سپاسگزارتان. آقای شنواری، شما صحبت های آقای شارق شنیدین، گفتن که در جنگ دو طرف است که قربانی میته و با این اجدارها هیچ کس سرنگون نخواهد شد، که بلکه میتونن از موضع قوی تر ظاهر شوند. منابعی گفته قرار است در نشست که فردا برگزار میشه احتمالا رئیس جمهور موضع جدی تر اتخاذ خواهد کرد در برابر طالبان. فکر میکنین این اجدارها و تندروی های حکومت در برابر طالبان بالاخره طالبان را اقناع بسازد تا در میز مذاکره تن به سازش بتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به بینندگان تلویزیون نور و میهمانان محترم عزیز و کارکنان تکنیکی شما. تشکر. ببینید، در قدم نخست ما متاسفانه یک تعریف جامع از جنگ و دشمن نداریم که جنگ با کی میکنیم، چرا میکنیم، چرا با ما جنگ میکنن. تمام فشار و فوکس ما آل اینمی یک شار شدن که میگیم که مرگ با پاکستان و امروز ما جنگ میکنیم با پاکستان و پنجابی. ولی متاسفانه بازم ما میگیم که در کشور ما القاعده و تروریسم است و ایران میگیم که از رئیس جمهور تا خودم تا دیگه تا رسانه ها و تا کشورهای همسایه که طالبا با القاعده و تروریسم ارتباط داره. ولی ما تال امی القاعده را تعریف نتانستیم که کدام کشور را شامل ایزی است. چرا یک روز ما نگفتم که مرگ به هندوستان؟ چرا ما یک روز نگفتم که مرگ به ازبکستان؟
امی مجاهدین و طالبای ازبکستان نیست، در سمت شمال کی است؟ در فرا کی است؟ از کشور ایران میان. در نیمروز کی است؟ در هرات کی است؟ جنگ ایران حال کی مدیریت میکنن؟ ببینید نشست که آقای غنی با وکلای محترم فردا دارن، نشست های کما سابق است. این نشست ها اید نتیجه ندارن تا که ما یک دیپلماسی درست نداشته باشیم، ما در سیاست خارجی خود ما تغییر کلی را نبریم. ما فکر نمی کنیم که تو نشست ها به این کدام مؤثرت داشته باشه. همچنان ما نمیتونیم که به می سیاست ناقص خود که هم سیاست داخلی ضعیف داریم و هم سیاست بیرونی که ما همه جنگ ما مدیریت بکنیم. ببینیم ما همیشه میگیم که پاکستان است، بیا اعلان جنگ چرا نمی کنیم با پاکستان؟ اینقدر آسیب میبینیم از پاکستان. اینمی افغان ها تا سوریه نرفتن جنگ نکردن، با اینمی گروه فاطمی نرفتن، اینمی افغان ها تا عراق جنگ نکردن، تا چچنیا نرفتن. ببینید نه، تا پاکستان فاصله بسیار کم است، برین پاکستان هم جنگ هم رایشان. درست شما اشاره کردین بر دیپلماسی، فکر میکنین واقعا اینجا موضوع دیپلماسی باشه یا بحث مدیریت است؟ آل رئیس جمهور به صراحت از جنگ تمام عیار سخن گفته، فکر میکنین این حکومت بتانه میدانهای نبرد را پس از این مدیریت بکنه و همین گونه روند صلح را؟ ببینین بر علاوه که مدیریت و سیاست داخلی آقای غنی بسیار ضعیف بود، در سطح ملی و بین المللی هم ضعیف بود، دیپلماسی بسیار ضعیف داره. دیپلماسی امورا میگه که طالب ببینین تا هفته قبل یا ملاقات کردن یا یک هیئت نو نفره یا رفتن به چین رفتن، قبل از این به ازبکستان و تاجیکستان رفتن، به ایران رفتن، یا دیپلماسی از یا بسیار اکتیو و فعال است، یا سیاست خارجی از یا فعال است، سران ما مسئولین و سیاسیون ما ششتن و صرف اکتفا به این کرده که جو بایدن با ما تماس گرفتن و به ما اطمینان دادن که ما شما را حمایت میکنیم. درست ممکن دو هفته یا یک ده پرواز دیگه یا را حمایت بکنن دیگه. امریکا ماموریت از یا ختم از افغانستان، ناتو ماموریتشان ختم از افغانستان، ما یعنی یگانه امید سیاسی ما رئیس جمهور ما اینمی است که امریکا ما را حمایت میکنن. درست، ولی ما باید دست به کار شویم، باید ما در سیاست خود ما تغییر بیاریم. ببینین ما دست به کار شویم، یک نوع میکانیزم ما یک روش به می جنگ ما نداریم. ببین یک سال که در وزارت دفاع وزارت داخله ما کدام وزیر اکتیو و فعال نداشتیم، ما چرا سرزمین کار نکردیم؟ ما چرا استخبارات ضعیف داشتیم که سال جدید میشه یا مثلا در وقتی که امریکا میبرن از افغانستان و طالبان عملات به عملات خود تجدید میتن، چرا ما همین مدیریت ما نداشتیم که میارا مثلا معلومات استخباراتی ما بسیار ضعیف بود. درست. حالا رئیس جمهور میای از جنگ تمام عیار صحبت میکنه، این که تغییر در میدانهای نبرد رونما خواهد شد. فکر میکنین واقعا رئیس جمهور مجبور شده که این سخنان را میگه یا عمدن داره روند را سپوتاش میکنه؟ ببینین این هر دو کار را میکنه رئیس جمهور. همین پروسه صلح یا تا فعلا تا اینم امروز یا سپوتاش کردن نمیره، یا به فایده ازیاست، جنگ هم به فایده ازیاست و اگر موضوع صلح باشه هم به فایده ازیاست. به خاطر از اینکه موضوع صلح هست، مثلا امکانات است، منابع است، تشکیلات است، میخواد که اینمی 5 سال خود سپری بکنن. درست. جنگ خو میدانن که قدر زود سقوط هم نیست، که کار ساده هم نیست، که زود ولایت های درجه اول و شهرهای بزرگ یا سقوط بکنن. ای هم زمان کار دارن، آیسا 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 طالبان میان تا زیر گلو نشان، یا اینقدر بشرم بیا هستن. من میگم که امی دروازه امی هرگام اگر تک تک هم بکنن، یا هم برازی به خود ای را نخواد گرفتن که بله وضعیت مدیریت است، هیچ گپ نیست و راپورا و اطلاعات نادرست و غیر واقعی برشان میرسه، و یا امی لطای سلطان محمود در هر ششتن و به این اتفاق میکنن.
سپاسگزارتان. آقای محسنی، الان به هر حالش در این روزها هر اظهاراتی که از آدرس ارگ بیرون داده میشه همواره سخنان تند و رکیک در رابطه با طالبان است. فکر میکنین که پس از این واقعا در گفتمان بسته شده و مسئله افغانستان جز راه حل نظامی راه حل دیگر نداره؟ رئیس جمهور به صراحت گفتند که طالبان به دنبال صلح نیستند و صلح نمیخواین، اونا میخواین که حکومت را تسلیم بگیرن یا حکومت با اونا تسلیم شوند. ما بعید میدانم که صرفا مواضع هشدارآمیز و تاکید روی مواضع نظامی آقای غنی کار فیصله نهایی و یا حرف نهایی برای قضایای موجود باشد، و به دلیل اینکه دو طرف جنگ وابستگی بسیار جدی به منابع خارجی دارند، حکومت افغانستان در حال حاضر قوت‌های نظامی و امنیتی به کمک‌های ایالات متحده آمریکا وابسته است. درست. و این وابستگی تأثیر سیاسی این کشور را روی دولت افغانستان، تصمیمات این کشور و حکومت می‌گذارد. در جانب دیگر طالب‌ها و به صورت قطع استراتژی اینها از طرف بیرون ترسیم میشه، راهبرد جنگ اینها از طرف بیرون و حتی تاکتیک‌های جنگی اینها هم از طرف بیرون طراحی میشه و در اختیار اینها قرار میگیرن. ولی آنچه که آقای غنی را دست برتر در مواضع سیاسی و همچنین در میدان نبرد میته، او مشروعیت مردمیش است به تناسب طالب‌ها. حکومت آقای غنی یک حکومت برخوردار از حمایت همه آحاد مردم است. این بحث این نیست که رئیس جمهور مشکلاتی را داره، تیم او مشکلاتی داره. مردم وضع موجود را، تداوم یک نظام دموکراتیک را با وجود مشکلاتش نسبت به یک جنگ، نسبت به تسلط یک گروه بدوی به مراتب ترجیح میتن. درست. حالا همین حکومت داره میگه که طالبان صلح نمیخوان و رای حل نظامی را پیشنهاد کرده و گفته که جنگ تمام عیار را با طالبان به پیش خواهد گرفت. فکر میکنین که دیگر در گفتمان بسته شده باشه؟ خب در گفتگوها از تقریبا چند ماه به این طرف بسته شده بود، هرچند علائم و یا نشانه های بسیار سطحی و غیر قابل اثر از این مذاکرات باقی مانده بود. ولی در واقع طرف های اصلی که در این مذاکرات روی تقسیم قدرت بحث بکنن مشخص نشده بود. طالب حکومت افغانستان را به رسمیت نمیشناخت، جناهای دیگر از جانب حکومت کنار زده میشد و به حاشیه رانده میشد. در چنین فضای آنارشیزمی ما متاسفانه یک طرف قطعی که نمایندگی هم از دولت بکنه، هم از اقوام بکنه و هم از جغرافیای افغانستان بکنه در این مذاکرات تبارز پیدا نکرد. از همون زمان فکر میکنم که مذاکرات به یک مسیر رفت که نتیجه قابل ملاحظه از او متصور نباشیم. ولی وضع موجود، ما در یک شرایطی قرار داریم، وضع ما ایست که در حالت جنگ قرار داریم، یعنی میدان جنگ تعیین کننده مذاکرات است. چه کسی دست برتر را در یک میدان رزم دارد در اون میدان مذاکره؟ اینها با غرور و با یک توانمندی دیپلماتیک تبارز پیدا میکنه. این در تاریخ جنگ های بشر هم اتفاق افتاده که هر کسی که دست برتر در میدان جنگ داشت در مذاکره هم اثرگذار است. این فرصت برای حکومت افغانستان موجود است. صرفا با اظهار نظرهای احساسی جنگ تغییر نمیکنه، میدان جنگ تغییر نمیکنه. اصلاحاتی واقعی باید اتفاق بیفته. امروز قدرت به صورت انحصاری در دست آقای غنی هست، در دست افراد نزدیک به ایشان است که هیچ نوع منفذی برای ورود دیگران وجود ندارد. در چنین شرایطی ما اظهار نظرهای احساسی داریم که ما می جنگیم، ما مدیریت را در اختیار می گیریم و ما مردم با خود داریم و با یک تجمعات صرفا سوری و نمایشی می خواهیم که دنیا را به این نتیجه برسانیم که ما از مشروعیت برخورداریم و از حمایت سیاسی برخورداریم. اصلاحات واقعی که در او مردم، گروه ها، احزاب و جریان ها احساس بکنن که شریک این مملکتن و شریک این حکومتن و دفاع از این حکومت به منزله دفاع از او گروه و از او حزب است. تشکر. چون احساسی را آقای غنی به وجود نیاره، من فکر میکنم که اظهار نظرهای صرف کارساز نخواهد بود. سپاسگزارتان. آقای شارق، این روزها ناامیدی ها بیشتر شده، از میدان های نبرد گرفته تا سخنان رکیک به موضع یکدیگر طالبان، حکومت افغانستان و طالبان وارد میکنند. فکر میکنین که حکومت و طالبان صلاحیت بستن در گفتمان را داشته باشند یا نه تصمیم گیرنده واقعا کس دیگری است؟ یو جمله خوزه وایم چې کچیرته نا امیدی زیات شي او هر څوک چې نا امید شو هغه از ما د نظر ماتی خوري او شکست خوري.
زه فکر نه کوم چې د افغانستان د دولت په رهبرۍ کې او په د جمهوریت په اړه کې دي لا د ناامیدۍ څرک معلوم شوی اوسې ناامیدۍ زما د نظر نشته ده اما خبره دلته دا ده چې دا د افغانستان کې بلې جنگ او د سوچ پریو دا د جنگ ماشین او د جنگ اصلي رهبریت متاسفانه لکه څنګه چې تاسو مو ویلي دا کلی د بهرنیانو سره ده دا نن نه ده د نن ډیر په خوا تاسو مو تاریخ ویلي چې دا غ تاریخ را په دې خوا ته د بهرنیانو سره ده اما زه افغان زما افغانان د دې هیواد اوسیدونکي متاسفانه په دې جنگ کې گیر راغلي دي او د دې جنگ نه د خلاصون لار په فکر په تعقل باندې کیږي اما متاسفانه دغه نه مونږه کار نه اخلو مونږه په هوش باندې فکر نه دی کړی مونږه همیشه د احساساتو سره برخورد کړی دی په احساساتو مو سیاست کړی دی سیاست په احساساتو نه کیږي وطن رهبری د وطن لیډرشپ دا په احساساتو په هیڅ زمان کې او په هیڅ وخت نه دی مخکې تللی او هر چا چې په احساساتو باندې هیوادونه رهبری کړي دي هغوی شکست خوړلی دی ماتې خوړلې ده دلته باید په اصلي واقعیتونو باندې راځئ خبره دلته دا ده چې د افغانستان د دولت په لاس کې لا تر اوسه پورې امکانات شته دي اما دا چې په خوا کې استفاده ته نه ده کړې زه یو ځل بیا تکرار کوم لکه څنګه چې د افغانستان ولسمشر کله ناکله تکراروي او وایي چې موږ باید تیرې ناکامه تجربې بیا تکرار نه کړو دا کاملا درسته خبره ده اما خبر دلته دا ده چې د تیرو تجربو نه عبرت اخیستل مهمه خبره فکر میکنین این عبرت را حکومت گرفته باشه و پس از این آنچه اعلام میکنن را در عمل هم نشان بتن زه متاسفم چې مونږه خبرې یو څوک عمل مو بل څه دی تر دغه لحظې پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم زه وګورم چې سبا ته د افغانستان د دولت مشر ولسمشر د افغانستان پارلمان ته د افغانستان د خلکو کور ته او د افغانستان خلکو ته په خطاب کې څه لري او څه ورته واضح کوي او څه ورته روښانه کوي تاسو یو خبره معلومه ده زه چې کله وایم چې په خبرو او په کردار کې تفاوت موجود دی د افغانستان ولسمشر همیشه دا غږ کړی دی ابل اورز باندې په ووم د میزان کې کله چې د افغانستان د ملي بیرغ لمانځل کېدل هلته به هم دا غږ کړی اوسي چې مونږ باید امنیتي ځواکونه د سیاست د ډګر نه لرې وساتو اما تاسو به په دې وروستیو کې پرون او ابل اورز هم داسې کلیپونه د سناتورانو او د وکیلانو یو تعداد اوریدلی چې د دفاع د وزیر سره خبرې کوي او ورته وایي چې دا قومندان کامیاب دی دا قومندان ناکام دی دا لری کاو په وجه بل څوک عزل کا دا عزل کاو په وجه بل څوک نه و نو تاسو که په دغه حالت کې استاد متاسفانه تماس ما با آقای شارق قطع شد فکنون هم میان برنامه کوتاه و ادامه بحث خوش آمدید. آقای شنوری بحث بسیج های مردمی و اینکه هشدارهای رئیس جمهور چقدر میتونه واقعا بسیج های مردمی کارساز باشه و تقویت بکنه نیروهای امنیتی را در امر مبارزه با طالبان. حالا قبل از این بسیج های مردمی خود جوش به میان آمدن با اوجگیری عملات طالبان در بسیاری از مناطق اما پس از مدت کوتاه مردم اعتراض کردند که حکومت افغانستان پشتیبانی نمیکنه نمیکنه. حالا امروز رئیس جمهور خودشان گفتند که یک بسیج سرتاسری ملی در کار است. فکر میکنین این بسیج را حکومت به میان آورده بتانه و حمایت کرده بتانه؟ ببینین حرکات طالبان استراتژیک است، تاکتیکی است یا همه روزه به تاکتیکای خود تغییر میتن و یا از رای بسیار کوتاه کم مصرف یعنی نیروی فیزیکی بسیار کم به مصرف میرسانه و یک ساحر تحت حاکمیت خود میارن و ساحه که بر ازیا بسیار ارزش داشته باشه مثلا بنادر یا مثلا نشانه گرفتن یا را به زودترین فرصت تا در 24 ساعت یا 12 ساعت تصرف خود آوردن درست در مورد خیزش های مردمی همه هرگ
یار مثلا دعوت کردن، یار تشویق کردن، ولی دوباره یار خفام کردن و بالای گلوی از یا پای ماندن و یار هشدار دادن، حتی به سمت شمال به آقای عطا محمد نور و یا مثلا به اسماعیل خان و یا دیگر قماندانایی که یا قد علم کردن یا اسلحه و مهمات از خود داشتن، بالاخره نتانستن تا جایی که یار حمایت بکنن و یار هم گفتن که شما مثلا هیچ چیزی به شما داده نمیشن، مثلا مهمات و وسایط و دیگر ضروریاتی که در جنگ در جبهه نیاز از به او. فکر میکنید چرا حکومت همکاری نمیکنه، حمایت نمیکنه، در حالی که خودش صحبت میکنه از بسیج مردمی و اینکه چقدر مهم است در امر مبارزه با حراس افغانی و مخصوصا طالبان که حالا رو در رو با نیروهای امنیتی میجنگن؟ ببینین این خیزش های مردمی که یا کسایی هستن اکثریت از یا که یا تجربه نظامی ندارن یا جنگ ندیدن یا نمیتونن که در نبرد در این طور یک جنگ خطرناک تمام عیار که کشورهای همسایه و خصوصا کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و استخبارات منطقه که در این جنگ دخیل هستن، من فکر نمی کنم که هر چقدر خیزش های مردمی یا با هم انسجام پیدا کنن یک جای شون، من فکر نمی کنم که جلو طالبا را بگیرن. هر آنچه که طالبا در ذهن خود دارن و در پشت پرده چیزی که جریان دارن و یا کشورهای همسایه استخبارات بخواین اونمو کار عملی میکنن، ولو که هر چقدر ما در مقابل از یا ایستاد شیم و یا تا که ما یک رابرد و یک مکانیزم درست و قبلا هم اشاره کردم در سیاست خارجی خود در دیپلماسی خود ما تغییر نبیاریم و از کشورهای همسایه و منطقه ما کمک نخواهیم و تا از ملل متحد و شورای امنیت که یارا ما رسما یارا ما دعوت بکنیم تا که یا مداخله کنن، فکر نمی کنم که وضعیت کنترل شد. روز به روز روی طالبا قوی است و روی نیروهای دفاعی و امنیتی که یا ضعیف میشن و به این شارا نمیشن، کار عملی میخوان. ببینین ما در هفته قبل یا در ایام عید یک چیزی را به نام عید سرباز داشتیم. ما این تظاهری بود به خاطر از اینکه ماها جسدای از یا در ولسوالی ها در پوست ها افتیدن یا را انتقال نمیتن در ماها ما و همچنان و روز بیرق تاریخ هفته یعنی مای اسد ما داشتیم که ما بیرق مثلا روز زیر ما تجلیل میکردیم با وصف که زیر عظیمی بیرق ما کدام کار را نکردیم، ما فساد کردیم، ما دوزی کردیم، ما غصب کردیم و این می کلمه ای که لا اله الا محمد رسول الله زیر عظیمی ما کدام کار نکردیم، کار غیر شرعی غیر قانونی ما کردیم، دروغ ما گفتیم، فریب ما دادیم ملت خدا. ولی در اینجا اگر اراده درست نباشه و با واقعیت خیزش های مردمی را درست مدیریت بکنن، اکمال بکنن، ممکن یک مؤثرت نسبی خود ممکن در نبرد جنگ داشته باشه. سپاسگزارتان. آقای محسنی، مردم از حکومت میخواهد تا در سطح محلی رهبری جنگ را به بسیج های مردمی واگذار بکنه. این گونه گفتن که افرادی که سلاح برمیدارن مجبور میشن تا صلاحیت هایی را که گرفتن پاسخگو باشن. فکر میکنین این مسئله را حکومت بپذیره و کارساز باشه؟ حالا آقای شنوری اشاره کردن که نیروهای مردمی یا بسیج های مردمی نمیتونه که معضل افغانستان حل بسازه یا کارساز باشه. من فکر میکنم که دولت به تنهایی نمیتونه بجنگه و در واقع مدیریت قاطع جنگ را به دست داشته باشه و در جبهه ها اثرگذار باشه. درست. ما شاهد یک نوع بیمهری، بی‌اعتمادی ایالات متحده آمریکا نسبت به دولت و حکومت موجود بودیم که در نحوه خروجشان اوج بی‌اعتمادی را به نیروهای افغان ما شاهد بودیم. هیچ پایگاهی به صورت رسمی تحویل نیروهای افغان داده نشد و در واقع این نشان دهنده بی‌اعتمادی این کشور به نیروهای افغان است که در واقع گزارشی به دشمن ایالات متحده آمریکا ارائه نشود و عملاً امنیت اینها به خطر نیفته، سلاح‌های مدرن اینها از افغانستان خارج میشه و عملاً بعد به 7 تا هلیکوپتر به افغانستان داده میشه با این وسعت و جغرافیای جنگ. در واقع یک نوع وضعیت آشفته در مناسبات ما با ایالات متحده آمریکا است.
حکومت موجود ناگزیر است که در تعریف منابع قدرتش تکیه اساسی و اصلیش به مردم بکنه. درست. یعنی هیچ کشوری در حال بحرانی یا در بحران زده ای بدون اتکای صرف به منابع مردمی نتوانسته فائق بیاید به مشکلات جنگی و نظامی. شما بحث سوریه رو ببینین، تنها و تنها این کمیته های مردمی بود که عملا از یک دولت حفاظت کردند و تداوم امور دولت را تضمین کردند. در عراق همین تجربه تکرار شد، در یمن این تجربه در حال وقوع است و ما شاهد ایستادگی شجاعانه کمیته های مردمی در بسا مناطق دنیای این جغرافیا هستیم. درست. حالا این سناریو از سوی حکومت افغانستان هم پیشنهاد شده که باید در افغانستان هم عملی شد و آنچه که مردم افغانستان قبل از خواستن حکومت دست به کار شدن و بسیج ها را انجام دادن. حالا این که در سطح محل ها رهبریش به بسیج های مردمی داده شد و فکر میکنین که واقعا بتانه گره ها را بگشایه؟ دو تا مسئله را حکومت باید مورد توجه قرار بده. یکی این که گروه ها، احزاب و جریان هایی که از پیروزی طالب ها نگرانی دارند باید مورد حمایت قرار بدن. درست. و یکی جریان هایی که اساسا منافع خودش در تداوم نظام موجود میبینن باید مورد توجه حکومت قرار بدن. من نمیفهم که چطور شکل حکومت داری دوام داره و ما شاهد یک نوع روزمرگی و یک بازی های احساسی هستیم. با چنین نگاهی حکومت به تداوم حیاتش میتونه یک نوع تضمینی به دست بیاره، ارائه و یا تحویل دهی صلاحیت های مدیریتی به همچو گروه هایی که احساس نگرانی دارن و یا منافع خودشان را در خطر میبینن با نظارت دقیق دولت میتونه مؤثر باشه. درست. و این زون بندی ها همطور که در بحث قبلی عرض کردم، این زون بندی ها به صورت کنترل شده، ثبت شده و تحت مدیریت دولت مؤثر است. سپس. نه تنها در مناطق که طالب ها در او جغرافیا احیانا ندارن و اثرگذاری ندارن، در مناطقی که طالب ها ادعای نفوذ دارن، در این مناطق هم این شیوه میتونه مؤثر واقع شه، مشروط بر این که اراده برای این کار صرفا از لفاظی ها و از اظهار نظرهای احساسی خارج شه و در عمل این مسئله تطبیق شه. سپاسگزارتان. آقای شارق، فرض بر این بگیریم که بسیج های مردمی پررنگتر از گذشته شکل بگیره، اما تجهیزات کافی در اختیارشان گذاشته نشه، حمایت های سیاسی نظامی صورت نگیره، تصمیم گیری و رهبری جنگ در محلات به دست خود این نیروها نباشه و حتی این نیروها در امر تصمیم گیری غیر حاضر باشن، فکر میکنین کار به کجا خواهد انجامید؟ یو خبره چې تیر از تکمیل کما خطه د افغانستان دولت لکه څنګه چې وایي چې سیاسيون باید نظامی ځواکونه په اصطلاح باندې مجازا شي، او د افغانستان ولسمشر ثبات هم دا خبره په ډاګه باندې پارلمان ته په اصطلاح باندې وکي، سیاسيون ته وکي، او په واقعي ډول باندې د افغانستان امنیتی ځواکونو رهبری د امنیتی ځواکونو رهبری ته په اصطلاح پاتې شي، او د افغانستان ولسمشر لکه څنګه چې د سرعلی قومندان دی فقط سرعلی قومنداني تر سره کی او نورو مداخلاتو ته په دغه زمان کې هم اجازه ورنکي، زه فکر کوم چې د افغانستان جنگ او د افغانستان د دفاعي حالت بعد هر وخت نه بهبود پیدا کی. خبره مهمه دلته دا ده چې د خلکو حمایت د افغانستان د جمهوریت نه، د افغانستان د نظام نه، او د افغانستان د امنیتی ځواکونو نه بدون شک چې ډیر مهم دی، اما دا په کوم میکانیزم، په کوم شکل، په کومه طریقه باندې، لکه څنګه چې تاسو ته ما په خوا ویلي، موږ تجارب لرو، هغه تجارب چې موفق او کامیاب دي هغه باید استفاده ترې وکړو، هغه تجربې چې ناکامه تجربې دي سبا ته موږ دردسر موږ ته پیدا کوي، او دې کې به تسلیم موږ نشو کولی چې دښمن چېرته ننوتی او رخنه یې کړې ده یا څنګه. په بله، هغه نظامی متخصصین چې واقعا 45 کاله په دې جنگ کې دلته لوبیدلی دي، په دې جنگ کې وخت تیر کړی دی، په دې جنگ کې شپې او ورځې تیرې کړي دي، عملا جنگ په ډګر کې هر څه تجربه دي، دغه واک او اختیار دوی ته ورکو تر څو پورې وکولی شي دا د افغانستان ولسونه، د افغانستان خلک که هغه د مردمی خیزش په نتیجه کې د نظامیانو تر څنګ لري، که هغه نور عام ولست په نور برخو کې د دولت تر څنګ لري، دا باید په یو شکل نه په یو شکل باندې یو میکانیزم ورته جوړ شي، یو طرز عمل جوړ شي،
او ده هغه طرز عمل په نتیجه کې. بلکې رئیس جمهور زمانی که از بسیج های مردمی سخن میگه و گفته بسیج های بزرگ مردمی باید ایجاد شود و مردم گرده هم بیاین، فکر میکنین این میکانیزم ها و طرح ها ریخته شده باشه که چگونه مدیریت شود و چگونه مردم بتانن که در این بسیج ها از خودشان و وطنشان حفاظت بکنن، البته در کنار نیروهای امنیتی؟ زه فکر کوم ته دغه لحظه پورې چې ما او تاسو سره خبرې کوو، زه هیڅ نوه طرح واحده هم نه ګورم. هماغه ده چې پراګندګي تاسو کوری د دولت او د حکومت په چارواکو کې، د ویاندویانو په خبرو کې، د درې سکتورونو د وزیرانو په بحث او په خبرو کې، په اصطلاح باندې یو په یو ځان ته تفسیر او بحث کوي چې د دوی نه به حمایت کوي او بل په یو بل ډول باندې کوي. بله، خبره مهمه ده چې یو واحد نظر باید را مابینت شي، یو واحد طریقه باید را مابینت شي چې په کومه طریقه باندې، په کوم شکل باندې، په کوم جزو تعامل د لارې دا خلک حمایت شي. بله مهمه خبر تاسو وکړه چې همدغه خلک چې راپورته شوي دي، دا بدون شکه د یو چا د رهبرۍ لاندې. تاسو که د بېلګې په ډول باندې نوم واخلو، د هرات په ولایت کې د اسماعیل خان د مشرتابه تر لاندې، د اسماعیل خان په پخواشا باندې دلې تفلې افراد راټول شوي دي. هغوی غواړي چې چا دفاع تر سره کېږي بدون د شکه چې اسماعیل خان او د اسماعیل خان ورته نظامي قمندانان هغه باید په تصمیمونو کې شریک اوسي. زه فکر کوم د افغانستان ولسمشر چې د قواوو سر اعلی قمندان دی، تاسې به نن هم تصویرونه لیدلي چې د نظامي بخش مشرتابه هرات ته رسېدلی دی، د اولین ناسته د اسماعیل خان سره کړې ده. د اسماعیل خان په تصمیمونو کې په دینه وروسته په هرات کې بدون د شکه شریک اوسي. که چېرته شریک نه وي، به اسماعیل خان ځان دپاره دا لازمه نه بولي او نه کېدی شي چې په کومه لاره دا دفاع وکولی شي. او په عین حال کې د ولسمشر اطمینان هم، تاسې به په تېره ورځ د اسماعیل خان خبرې اورېدلی وي چې ما ته یې په ډاګه تلیفون راسره وکړ، په تلیفون یې بحث راسره وکړ، ما ته امنیتي ځواکونو یا د دفاع وزارت اطمینان راکړه. ما متاسفانه چې قوتونه را تر اوسه نه رسېدلي. ښه، نو قوتونو یو تخنیکي مسله هم ده، یوه لوجستیکي مسله هم ده، ځکه دفتا ممکنه نه ده چې ټولو قوت ته ورسېږي. اما دا چې د افغانستان ولسمشر یو بخش کې چې هلته د خلکو حمایت دی او د خلکو د حمایت د مشرتابه سره خبرې او بحث کوي، زه فکر کوم چې همدغه کافي ده. اما د دې دپاره چې نور څنګه دا حمایت شي، دا خلک څنګه سوق شي، څنګه اداره شي د جنگ په میدان کې، د دفاع په میدان کې، دا مهمه ده چې یو واضح روښانه طرزالعمل د همدغه نظامي دکتورینو د خوا نه جوړ شي او وکولی شي دا خلک ور داخل شي د نظام ته. بله خبره مهمه ده، یو خبره ده، کله چې خلک د خیزش مردمی ته حاضریږي، زه فکر کوم چې افغانستان هم مونږ زه تر زه دې تشکیلاتو ته توجه وکړو، میکانیزم ورته جوړ کړو. په دې تشکیلاتو کې باید دا خلک ځای په ځای شي، خلک باید مطمئن او باورمند شي، په اردو کې، په پولیسو کې، په منظم ډول باندې، تر څو پورې مونږ هغه سخت چې د تشکیل لحاظ په اردو کې لرو او یا په پولیسو کې لرو تیار تربیه شوي خلک دي، همدغه دا به زر تر زره واپس شي، تر څو پورې وکولی شي د افغانستان د جغرافیې نه، د افغانستان د حالت نه دفاع وکړي. او بالاخره مقابل لوری چې طالب دی، چې د اوس پرمختګ پر حال کې دی، د دوی پرمختګ په اول قدم کې باید ډب شي، ودرېږي. په دویم قدم کې باید دوی شا تګ ته مجبور شي. کله چې شا تګ ته مجبور شو، زه مطمئن یم چې دوی په قطر کې به مذاکره کوي. تشکر، سپاسگزارتان. آقای شنواری، در جنبندی میخواییم بپرسم، حالا گذشته از افغانستان، آمریکا عملکردها یا اعلامیه‌های خیلی متفاوت در این اواخر داشته، از خروجشان گرفته تا حالا فرستادن ویزا به مردم افغانستان و مخصوصا افرادی که با آمریکایی ها هم کار بودند. به تازگی 8000 ویزای اضافی به مردم افغانستان یعنی تایید شده از سوی جو بایدن که باید فرستاده شود. این عملکردها چقدر بیانگر از این است که آینده مردم افغانستان به سوی بدتر شدن در حرکت است و آمریکا نگرانی وضعیت است و صلح در کار نیست؟ خب، منابع بشری ما متاسفانه یک وسیله است یا یک
وضعیتی است که روز به روز فرار میکنن، خصوصا که کشور امریکا یاره میپذیره. خب جنگ در افغانستان شکل گروهی افغانی و قومی رو روز به روز به خود میگیرن و جنگ روز به روز متفرق میشه و از مدیریت خارج میشن. با امی مدیرای ضعیف و دکترونی که یا اسناد جعلی و تزویری دارند به نام ازی که در کجا یا تحصیل کردن، تجربه دارند و یا از بخشای ملکی به نظامی آمدن، من فکر نمی کنم که جنگ یا مدیریت بکنن. ما باید در قدم نخست باید یک ارزیابی دقیق از قابلیت های نیروهای دفاعی باید داشته باشیم و از ظرفیت خود داشته باشیم و همچنان منابعی که ما دسترس داریم. ببینین یه هم بسیار جای تأسف است که دیروز آقای غنی فکر میکنم که فرمان را صادر کرده باشند یا صادر بکنند در مورد پروژه انکشافی که ایر معطل قرار دادن، تا دیگه بودجه برای نیست، یا در یک ماه قبل که سپری شد تقریبا 2.7 میلیارد افغانی مایی کسر بودجهی بوده. این همه مشکلات اقتصادی هم این تاثیر منفی خود بالای جنگ می داشته باشن. خب به خاطر از این که ما جنگ چه قسم مهار بکنیم و یا هم در مقابل جنگ ما مبارزه بکنیم، دستاورد ما داشته باشیم و ما باید یک راهکار و یک مکانیزم درست از روی دست بگیریم و این مکانیزمی که به هفته و یا مثلا به ماها و به سالها طول بکشه نخیر، یک راهکار و یک مکانیزم جامع با متخصصین یک امنیتی و دفاعی که یا خانه‌نشین هستن یک جا یک تصمیم گرفته شو. من فکر میکنم که تا یک اندازه مؤثرت مثبت خود خواهد داشت در جنگ، در مهار جنگ. سپاسگزارتان. آقای محسنی، در جنبندی میخوایم همین پرسش از شما هم داشته باشم. شما اشاره هایی داشتین بر نقش آمریکا در روند صلح و جنگ افغانستان و عملکردهایشان. حالا فرستادن ویزه به مردم افغانستان و حالا انتقادهایی که به یاد رس شده، واقعا فکر میکنین که کار را به کجا میرسانه؟ واقعا آمریکا دنبال چی است؟ ما نسبت به مواضع رسانه‌ای قدرت‌های غربی نسبت به تحولات اخیر در افغانستان به عنوان یک دانشجوی روابط بین‌الملل مشکوک هستم. درست. و اینها در واقع با یک تبلیغات هماهنگ بحث شکنندگی روحیه را دنبال می‌کنند، با یک شگرد رسانه‌ای بحث سقوط و شکست و تسخیر طالب‌ها را بیشتر مطرح می‌کنند و برجسته می‌کنند. و در همو اوائلی که یک نوع پراکندگی را ما شاهد بودیم از اظهارات مقامات این غربی ها بود که برای همکاران افغانشان و یا ترجمانانشان ویزای سفر به این کشورها را صادر بکنند و یا تظاهرات های اعتراض های محدودی که در مقابل برخی سفارتخانه ها راه اندازی شد برای این که ما را تنها نگذارین و ما میخواییم از این کشور خارج شویم. یک نوع شگردهای رسانه‌ای قدرت‌های بزرگ است و نسبت به مواضع سیاسی اینها و نحوه خروج اینها که در واقع یک نوع بی‌اعتمادی محض به حکومت افغانستان نشان داد و در واقع تعقیب منافع اهداف و استراتژی‌های امنیتی و رقابتیشان با کشورهای بزرگ منطقه، این را می‌رسانند که اینها نسبت به وضع موجود صداقت ندارند و در واقع به دنبال یک نوع تحول سازی و ایجاد جریان‌های افراطی دیگر در این جغرافیای بحران زده هستند که در او وضعیت هیچ کسی مسئولیت او جریان‌ها و حمایت از جریان‌ها را به عهده نگیرند. روسیه نسبت به وضع موجود نگران است و تشویش دارد و عملاً سیاستمداران این کشور اعلان کردند که مناسبات و یا روابط عمیقی میان ایالات متحده آمریکا و گروه‌های احیاناً تحت عنوان داعش در شمال افغانستان وجود دارد. چین نسبت به تحرکات آمریکا مشکوک است و ایرانی ها هم تا هنوز به یک وضعیت باثبات نرسیدن که کدام طرف را مورد توجه قرار بدن. حکومت افغانستان متاسفانه نتونست که یک بعد از خروج نیروهای بین المللی یک دیپلماسی که در او چند جنبه داشته باشه، هم حمایت ملی را در او جلب بکنه، اصلاحات واقعی به وجود بیاره و هم یک نوع اطمینان به کشورهای منطقه ارائه بکنه که ما می توانیم از منافع مشروع کشورها حفاظت بکنیم و در یک مناسبات که توأم با حسن همجواری و حسن روابط باشه به سر ببریم. این چنین چیزی را متاسفانه حکومت افغانستان نتونست از خودش بروز بده و در حال حاضر هم به نظر می رسد که
حکومت افغانستان در مناسبات منطقه‌ای تبدیل به یک پروژه شده و گویا کشورهای برای تعقیب رقابت‌های منطقه‌ایش بخش‌هایی از حکومت را ترغیب و تشویق به تنش روابط با کشورهای دیگر منطقه میکنه و این به صلاح و به توانمندی حکومت افغانستان آسیب میرسانه و به صلاح مملکت نیست. ما باید معطوف به تأمین منافع خودمان در داخل افغانستان گام برداریم و حفظ قدرت آقای غنی هم منوط به این باشه که باید چارچوب‌های کلان مدیریتی را در نظر بگیره و عملاً بر این بحران فائق بیاید. سپاسگزارتان. آقای شارق، اگر بحث را جمع بکنیم، اگر آمریکا به دنبال شکست روحی مردم افغانستان باشه و چنین مسئله در کار باشه، واقعا مردم افغانستان چگونه کنار بیاین با این همه تبلیغات که انجام میشه؟ زه فکر کوم چې د امریکای متحده ایالات نه د افغانانو د پرمختګ او نه د افغانانو د شکست به هغه څه چې بلی ګونګوسیږي په هغه حالت کې نه خوندي کیږي او خوندي نشولي. یو شی چې باید په تعصب سره مونږ وایو چې مونږ و نشو کولای چې په منطقه کې د ځان لپاره د غستر قوتونه داسې قوتونه پیدا کړو چې هغوی زموږ ستراتیژیک دوستان چې په واقعي ډول باندې نه په الفاظو کلماتو په قراردادونو باندې تاسې ولیدل چې د متحده ایالاتو او د 56 سترو هیوادونو سره په 2012 کال کې موږ ستراتیژیک تړونونه په اصطلاح باندې امضا کړل آن تر 2014 کال کې د امریکې د متحده ایالاتو سره امنیتي تړون. اما د دغې تړونونه موږ څه لاسته راوړو؟ هغه په دې معنا باندې چې موږ په افغانان یا د افغانستان دولت په دې باندې ونه توانېده چې په واقعي ډول باندې د ځان لپاره نړیوال متحد پیدا کړي او نړیوال متحد دلته په دوی حساب کې باورمن دوی په دې باندې پیدا کړي بالاخره افغانستان کې د جنگ جګړو لپاره د پای ټکی کینه. سپاسگزارتان آقای امین‌الله شارق، تحلیلگر سیاسی، آقای سعید باقر محسنی، آگاه روابط بین الملل و جنرال صادق شینواری، آگاه نظامی، از حضورتان در برنامه. زنده های عزیز سپاسگزارم که تا این دم با ما همراه بودید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.